انفجار مرگبار در سرای شهزاده کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای چینل دل پرست. تقاضا می نماییم که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزنامه ما نیز اطلاع حاصل نمایید. روزنامه صبح کابل در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: انفجار مرگبار در سرای شهزاده کابل. فوری لحظات پیش در داخل سرای شهزاده در کابل انفجار صورت گرفته است. صرافان در این سرای وقوع انفجار مرگبار را تایید کرده اند. هنوز از تلفات دقیق ناشی از این انفجار خبری در دست نیست. تصاویر نشان می دهد که این رویداد تلفات داشته است. خمپرست در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: فوری وقوع انفجار در سرای شهزاده شهر کابل. گزارش ها حاکی است که دقایق پیش یک انفجار مرگبار در سرای شهزاده در شهر کابل به وقوع پیوسته است. منابع در سرای شهزاده با تایید این خبر می گویند که انفجار تلفات نیز در پی دارد. در مورد نوعیت و تلفات احتمالی این انفجار جزئیاتی در دست نیست. منابع رسمی تا کنون در این زمینه چیزی نگفته اند. در عین حال روزنامه 8 صبح می نویسد: روز سیاه برای معارف افغانستان، دختران با گریه به خانه برگشتند. طالبان در حال هدایت کردن همه و به خصوص نسل جدید افغانستان به سوی جنگل است. آنان ما را به دوره می برند که 9 ماه قبل فکر می کردیم برای ابد آن را کشت سر گذاشتانده ایم. فکر می کردیم که از این پس روی آموزش نسل های افغانستان به منظور فراگیری دانش و خرد، تربیه متخصص و زنان و مردان مسلکی سرمایه گذاری می شود و در نهایت از توانایی آنان استفاده خوب صورت می گیرد. اما رفتارهای حکومت سرپرست طالبان نسبت به آموزش و دید تحقیر آمیز آن به زنان کشور ناامیدی جدی به بار آورده است و آینده تاریکی را نوید می دهد. بسته نگه داشتن مکاتب و اجازه ندادن دختران کشور برای وارد شدن به مکتب همه را ناامید و گرفتار اندوه ساخته است. طالبان قول داده بودند که در سال جدید خورشیدی دروازه های مکاتب برای همه دانش آموزان و دانشجویان دختران و پسران باز خواهد شد، اما در شروع سال تعلیمی 1401 خورشیدی دروازه های مکاتب برای دختران بسته و غیر مجاز اعلام شده است. زنان افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان تقریبا از تمام بخش های جامعه حذف و خانه نشین شده اند. در 7 ماه گذشته دروازه های مکاتب برای دختران دانش آموز بسته شده است. آنها در تمام این مدت با امید باز شدن صنف‌هایشان شب و روز می گذرانندند، اما با آغاز سال جدید که انتظار می رفت در صنف‌های خود حاضر شوند و به حرف استادانشان گوش بدهند، با گریه و ناامیدی بدون آنکه اجازه داخل شدن به مکاتب را داشته باشند به خانه برگشتند. روز گذشته پشت دروازه‌های مکاتب صف‌های طولانی دختران علاقمند به درس و تعلیم دیده می شد که به جرم جنسیتشان اجازه ورود به مکتب و پیگیری تعلیم را نیافته اند. حال و هوای دیروز دختران دانش آموز چون عذاب و ماتم عمومی بود. دختران افغانستان خون به دل، خاک به سر، آه به لب، اشک به چشم بودند. پیام روشن این روز سیاه برای دختران کشور همان طور که انتظار می رفت این است که حاکمیت جدید نگاه بدبینانه به آموزش و به خصوص زنان دارد و نتیجه این اقدام غیبت و حذف کامل زنان از اجتماع در دوران این حاکمیت خواهد بود. جلوگیری از حضور دختران در صنف‌های درسی یکی از صدها مورد محدودیت است که حاکمیت جدید بر زنان افغانستان تحمیل کرده است. طالبان اعلام کرده اند که بایستی استادان و دانش آموزان با کوشش اسلامی سر صنف بیایند و برای همین باید منتظر حکم رهبر این گروه باشند. این در حالی است که تمام دختران دانش آموز در کشور نه تنها در مکاتب بلکه در تمام مکانهای عمومی مراسمهای خوشی و سفر با روسری حضور به هم می رسانند. در هیچ شهر بزرگ و در هیچ ولسوالی و دهکده کوچک افغانستان زنان بدون حجاب گشت و گذار نمی کنند. این سبک زندگی را نهاد دولت مورد حمایت آمریکا بر زنان افغانستان تحمیل نکرده بود، بلکه زنان تا کنون چنین اعتقادی داشته اند. طالبان این درجه از سلامت انسان افغانستان را قبول ندارند. حکومت سرپرست طالبان هر لحظه دم از اسلامی سازی مکاتب و دانشگاهی می زند که اسلامی ترین نصاب تعلیمی را در میان کشورهای اسلامی دارد. تا کنون روشن نیست که
پوشش اسلامی مورد نظر حکومت سرپرست طالبان چگونه خواهد بود؟ ولی با توجه به پیشینه طالبان، ایده آنان در مورد آموزش و اسلامی کردن معارف زیاد هم خاصگاه اسلامی ندارد. دید آنان با آموزش بیشتر قبیله‌ای است تا اسلامی طالبان در نظر دارند. بر همین مبنا آموزش و دیگر امور افغانستان تنظیم و پیش برده شود. تصور مردم افغانستان که در مقایسه با طالبان از دانش بیشتر اسلامی برخوردار هستند این است که این گروه اصلا با آموزش دختران و حضور آنان در اجتماع باور ندارد و این باور را اعضای طالبان در دهه 90 میلادی حاکمیت نخستینشان در عمل نشان داده بودند. این یک دید قبیله‌ای مختص به طالبان است. اسلام میتوان گفت این اسلام بدون معرفت اسلام آمیخته با افغانیت پشتونوالی است، در حالی که جهان از طالبان خواستار تشکیل حکومت همشمول است که در آنان زنان نیز باید حضور داشته باشند. حکومت سرپرست طالبان تا کنون حتی مخالف درس خواندن زنان است. زنان افغانستان که تا چند ماه قبل وزیر، نماینده مجلس، رئیس و مشاور بودند، اکنون اجازه ورود به مکتب و فراگیری دانش را که حق طبیعی و بشری آنان است ندارند. این آشکارترین مورد نقض حقوق بشر در مقابل چشمان جهان در قرن 21 است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب دیلی پرس را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز باخبر شوید. ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.